معمولاً آدم ها از اون چیزایی که ازش سر در نمیارن میترسن. حتی تو ذهن خیلی از ماها زیر زمین تاریک خونه پدریمون یه جای ترسناکی بوده، تا وقتی که دستمون برسه به یک کلیدی برقی و مثلا برقش روشن کنیم. انگار ما از چیزایی که نمیدونیم میترسیم و اشکالش هم اینه که وقتی میترسیم پناه میبریم به هر مطلبی که ما رو از اون ترس رها بکنه، حتی اگه حقیقت نباشه. یه مثلی دارن عرب ها، میگن الغریق یتشبث بکل حشیش، میگن اونی که داره غرق میشه یه برگم رو آب میبینه بهش چنگ میزنه. فکر میکنم داستان مرگ هم اینجوریه، ما نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته، انگار بعد از مرگ برامون تاریکه، ازش میترسیم. حالا که میترسیم هول و هوشش میتونن به ما تا دلت بخواد دروغ بگن و ما دلمون رو خوش بکنیم به اون دروغهایی که میشنویم. فکر میکنم این معمای مرگ رو پیامبر و اهل بیت خوب حلش کردن. فکر میکنم قرآن به عنوان یک کتابی که برای مطالعه است و برای تفکره، اگه درست سراغش بریم ما رو به حقیقت برسونه، نه به یک توهم و به یک مجازهایی که از حقیقت خالی باشه. یه واقعیتی به اسم مرگ وجود داره، منتها چون ما با حقیقتش آشنا نیستیم تا دلتون بخواد راجبش به ما دروغ گفته. یه چند وقت قبل بود، من یادم ما مثلا شاید 7-8 سال 5-6 سال بود حوزه بودیم، یه CD درست شده بود، یک چیزی به اسم سیاحت غرب، از روی کتاب آقای قوچانی نوشته بودن که راجب مرگ، یکی از بقیه چیزای عجیب و غریبی و چیزای وحشتناک و ترسناک. یکی از اساتید حوزه ما اون وقت خدمتشون بودیم به ما میگفت که از نظر من همون کتاب، همین CD جز کتب زاله است، چون از حقیقت خالیه، یه سری بافته های متاسفانه که ریشه در جهل انسان ها داره. فکر میکنم بشر تا خدا رو نشناسه مشکلش تو این عالم حل نمیشه، چون تا خدا رو نشناسید از همه چیز باید بترسید. مرگ که جای خودشو داره، از زندگی هم باید ترسید. مگه ما رو از زندگی نترسوندن؟ هر جا خواستیم بریم هی گفتن اینجا نریا، اینجا میسوزوندت، اینجا نریا اونجوری میشه، اونجا نریا اونجوری میشه. حتی تو فکر کردن، این همه قرآن تاکید کرده به فکر کردن، ما خلاصه نوجوان بودیم، کنجکاو بودیم، تو معارف به ما میگفتن راجب فلان موضوع اصلا فکر نکن، به جای اینکه بگن ما نمیدونیم جواب نداریم. حضرت امیر فرمود لا ادری از دهنتون نیفته، نمیدونم از دهنت نیفته. منتها اینا به جای اینکه بگن نمیدونیم به ما میگفتن تو فکر نکن. مگه میتونی فکر نکنی؟ قرآن اگه قرار بود خودش چیزی به ما بگه که به ما نمیگفت فکر بکن، به ما میگفت گوش کن. ولی شما هر جای قرآن رو باز میکنی به ما گفته فکر کن. معلومه اون مکانیزم رسیدن به حقیقت تو وجود همه ما هست و حقیقت چیزی بیرون از وجود ما نیست، ما ازش غافلیم، اومده ما رو تذکر بده به چیزی که هست، به اون حقیقتی که خدا تو وجود همه ما قرار داده، ازش غافلیم، اون گوهری که بیرون خودمون دنبالش میگردیم. حضرت ابراهیم سلام الله علیه تو اون داستانی که پیش میاد براش و روایتی که قرآن از اون داستان داره، یه جمله جذابی داره وقتی که استدلال میکنه براشون و یه مقدار روشنشون میکنه نسبت به این که این بت‌هایی که شما بهشون متوسل میشید چیزی تو چنتشون نیست و رنگی به حناشون نیست و پشمی به کلاشون نیست. اون میگه فرج او الی انفسهم، خیلی قشنگه، میگه مردم به خودشون برگشتن، رفتن تو خودشون،
و ابراهیم حاضر شد بمیره مردم فکر کنن. و اگه ما دنبال روی انبیا باشیم باید برای فکر کردن ارزش قائل باشیم. هر کی بهتون گفت فکر نکن، به جای اینکه بگه نمیدونم، به شما گفته شما فکر نکن. پاک کردن سوال حل کردن مسئله نیست، بزرگتر کردن علامت سوال. و این اتفاقی که متاسفانه تو جامعه ما افتاده. حالا من الان اینجا صحبت دارم میکنم خیلی شیعی دارم براتون حرف میزنم دیگه، از منابع شیعی براتون صحبت میکنم. خب دیگه دوستان غیر شیعه مونم که معمولا پیش ما میان با هم حشر و نشر داریم، اینو به عنوان یک تحقیق شیعی گوش کنن، بهش فکر کنن، اگه دیدن منطقی توش هست خب استفاده کنن، اگرم نه که حالا دیگه ما وسعمون امروز اینجا اینه که میخوایم از این منظر نگاه کنیم به مرگ. تو روایات ما میگه الذ لذات برای انسان مرگ. شما نگاه کنید قرآن به عنوان یه جاهایی داره روایت میکنه از حقیقت عالم، چون قرآن زمان و مکان نداره، خیلی جاها این نخ زمان رو انگار از ذهن آدم میکشه بیرون. میبینید داره از قیامت حرف میزنه، بعد از دنیا صحبت میکنه که یکی از قشنگترین سوره هایی که توی قرآن هست و به نظرم واقعا یک مجموعه معرفتی بی نظیره همین سوره الرحمنه. قشنگ نشون میده که خلاصه پیغمبر کجا وایستاده، نه زمانی هست نه مکانی هست، قشنگ وایستاده تو حقیقت عالم داره برای ما حرف میزنه. از همون آیه اولش داره خط بطلان میزنه به تفکر ما که میگه الرحمن، هر چی راجع به خدا فکر کردی من اینجوری میبینم عالم و من رحمان میبینم، هر جا نگاه میکنم رحمان میبینم، چون جامع نگاه میکنم. اقرا بسم ربک الذی خلق، قرائت یعنی جمع کردن. شما یک کتاب هزاران کلمه است، جمع که بکنی به معناش میرسی. عالم رو جامع ببینی درست میبینی، ناقص ببینی کامل بهش نگاه نکنی توش نقص میبینی، یه مرگ میبینی به هم میریزی. میگه ببین کل داستان رو نگاه کن، بیا عقبتر وایسا کامل ببین داستانو، غیر زیبایی غیر از کمال چیزی توش پیدا نمی کنی. هر کجای عالم نگاه بکنی رحمت میبینی. تو همون سوره الرحمن داره راجب جهنم صحبت میکنه، بعد بلا فاصله بعدش میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان، چجوری نعمت بی نظیر رو منکر میشید. آلاء به نعمت بی نظیر میگن، میگه شما حواست نیست، اینجایی که من وایستادم وایستا غیر از رحمان تو این عالم نمیبینی. بعد قرآن اونجایی که داره از حقیقت عالم صحبت میکنه یه سری پرسش و پاسخهایی هم انگار اونجا انسان حقیقت انسان جواب داده، به طرف میگه که چقدر تو دنیا بودیم، کم لبستم، چقدر اونجا بودی، چقدر در دنیا بودی. میگه یومن او بعض یوم، میگه نمیدونم یه روز بود یه نصف، انگار که ما اصلا اصل وجودمون تو حقیقت عالمیم، انگار یه چرتی میزنیم میشه عالم دنیا، از این چرته که بیدار میشیم باز تو حقیقت عالمیم. پیامبر فرمود الناس و نیام، مردم خوابن، ازا ما تو همین که مردن انتبه و بیدار میشن. یه چرتیه این عالم دنیا، خیلی جدیش گرفتیم. یوم او بعض یوم، یا یه روزه یا یه نصف روزه. تو حقیقت عالم وایسی اندازه دنیا همین انقدر بیشتر نیست، منتها همین یومن او بعض یوم بشر با خودش چه کارها که نمی کنه، چه بارها که سنگین نمی کنه برا خودش، اومده بال بگیره تو دنیا، چه وبالی برا خودش درست می کنه. باورش شده یه نصف روزو فکر کرده خبریه. خب میگه مرگ برای مؤمن چیه؟ باز شدن چشت به حقیقت. تو قرآن میگه اون خدای بود ازش فرار میکردی، مرگ ملاقات با اون خدا است، داری با حقیقت عالم روبرو میشی. توی قرآن میگه رحمتی وسعت کل شی، میگه من بال رحمتمو که باز میکنم هیچ چیزی از زیر بال رحمت من
دور نیست، همه چیز زیر بال رحمت منه. هر مفهومی تو این عالم به گوشتون رسیده زیر سایه رحمت خداست، ولو اینکه ظاهرش غضب باشه. غضب حال خدا نیست، اثر فعل خداست. یه دکتر با تمام محبتش داره بچه خودشو درمان میکنه، تو اتاق عمل داره تیغ میزنه به بدنش، میخواد اون قده سرطانی رو در بیاره. موفقم میشه، عملم میشه موفقیت آمیز. بعد از اینکه از اتاق عمل میاد بیرون، بچه درد داره یا درد نداره؟ درده اثر چاقو است، چاقوه برای درمان بوده. به اون درده میگن غضب. بابای تو کمال رحم وایساده، اثر کاری که کرده که اونم بر اساس رحم بوده و نتیجه شفا بوده، اثرش این بوده که یه مقدار درد داشته، طبیعی عالمه. به اون میگن غضب. غضب نمایانگر حال خدا نیست، اثر فعلشه. یه مقدار اگه حواسمون به این مطالب باشه، بعد یه خدای وحشتناک درست نمی کنیم که بعد انسانها نمایش اعتقادشونن نسبت به خدایی که دارن. وقتی یه خدای خشن داری، همه کارات خشنه، حتی نمازت. بچه بودیم یه مسجدی می رفتیم، امام جماعت خیلی روشن بود، پیرمردی بود، خیلی خوب بود. خدا فکر کنم زنده باشه، نمیدونه. خدا اگه زنده است که خدا حفظش کنه، دنیا رفته خدا رحمت. ولی خب یه مأمومینی داشت که از امام جماعت مؤمنتر بودن، ظاهرا کاتولیک تر از پاپ ها هستن. کتکی میزدن به این بچه کوچیکا که مثلا چی شده؟ نماز بوده، بچه جلو اینا رد شده، حواس اینا پرت شده. خب اینم حواست از خدا پرت شده، همچی زدی تو کله بچه مردم، مثلا چشاش دو دو کرده، چیکار میکنی؟ جلو کدوم خدا وایستدی؟ نه، این خداش هم همین جوریه. 70 سال نماز میخونه، خدا نبردش جهنم، نمیدونه که اصلا جهنم جایی نیست، خودتی، جایی نمیبرنت که. واقعا فکر میکنم بعضی خدا اونجا وایستده ماها رو ببره بسوزونه، رنده کنه، چه میدونم، بریزه تو روغن داغ، از این دریوری هایی که تو ذهنشون هست. خدا این کارا رو میخواد باید بکنه؟ یا اینا کارهایی که خودت با خودت میکنی؟ اتفاقا خدا وایستاده، تمام انبیارم فرستاده، عقلم بهت داده، فطرتم داده، کتب آسمانی هم فرستاده، عالم دنیا هم برات درست کرده، همه کاری کرده که عاقبت تو این نشه. اینی که امثال مرحوم آقای بهجت میفهمودن تمام آیات عذاب که تو قرآن هست وعیده، وعید تخلف برداره. وعید میدونید چیه؟ پیشگیریه، پیشگویی نیست. داریم میگیم که اینجوری نشی، پیشگویی نمی کنیم که اینجوری میشید، نه اتفاقا میخوام این اتفاقا نیفته و همه تلاشی داریم میکنیم این بلا سرتون نیاد. همه آیات عذاب و ایشون وعید میدونه، نه ایشون، خیلی دیگه مثلا امثال ایشون، چون که اینا وعیده، برای شدن نیست. اتفاقا قرآن برای پیشگیریه اومده که این اتفاقا میگه ببین خودتو رها کنی تو ظلم این میشی، دنبال تاریکی بری نتیجهش اینه. ولی خب ما تو رو با نتیجه عمل تنها نمیذاریم، همینطور که ما تو رو تو دنیا با اعمال تنها نذاشتیم. یه آیه هست تو قرآن خیلی وحشتناکه اگه حقیقتشو بفهمیم، میگه اگر قرار بود شما با نتیجه اعمالتون روبرو بشید، جنبنده ای روی زمین زنده نمیموند. همون که تو دعای کمیل حضرت امیر میفرماید که کم من فاده من البلاء اقلته، خدا خیر بده، خدا رحمت کنه مرحوم آقا بهجت، میفرمود که ما برای بلاها دعوت نامه میدیم و گرفتار بلا شدیم به خاطر اعمالمون، دعا میکنیم خدا اون بلا رو رفع کنه که به اون عمل ادامه بدیم که باعث بلا شده. مثل آدمی که زیاده روی کرده تو خوردن شیرینی، حالا مثلا قند گرفته، حالا میگه خدای من از این مریضی نجات بده. چرا؟ دلش واسه قند تنگ شده. میگه اصلا اون تو رو مریض کرد، خودت برای بلا دعوت نامه میدی، ولی ما میذاریم تو با تمام بلاهایی که خودت برای خودت درست میکنی روبرو بشی. میگه مگه من میتونم تو رو با بلا رها کنم؟
و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی از من غافل بشه زندگی بهش سخت میشه. بچه بودم مادرم منو برد بازار قم، بازار قدیم قم، گفتم بازار کهنه، از این سقفای تاق ضربی بود، خیلی هم خوشگل. زنامو موقع یادتون باشه دیگه دهه 60 دیگه همه چادری بودن دیگه، خب چادرم حجابام کیپ میگرفتن، نمیفهمیدی کی به کیه. پر چادرشو داد به من جلو بازار، گفت ببینو ول کنی گم میشی، یا گم بشی اینجا وحشتناک میشه برات. خب رفتیم تو بازار، بچه کوچیک دیگه، حالا اینو ول کردیم حواسمون نبود، یه چادر دیگر گرفته بودیم. من یه لحظه مثلا چند دقیقه گذشته بود این چادر کشیده شد، من وایستادم یه چیزی ببینم، برگشتم یکی دیگه است. یه جوری وحشت کردم اونجا شد واسه من جهنم. خب مادرم گفته بود چادر رو ول بکنی اینجا میشه برات جهنم، ولی نگفته بود من تو رو تو این جهنم تنها میذارم، دنبالم گشته بود، من که زار میزدم کاری نمیستم بکنم، مامانم پیدام کرد. خدا میگه، من میگم اگه از من غافل بشی زندگی تنگ میشه، ولی مفهومش این نیست که من ولت میکنم، چجوری میتونم تو رو ول بکنم، من خالق تو هم، من تو رو خلق کردم. خیلی ما بیدقت شدیم. پیامبر امیرالمؤمنین یه جایی تو مرحوم سید توی نهج البلاغه هم آورده این خطبه رو، فکر میکنم سالگرد قدیر در حکومت امیرالمؤمنین، یه سخنرانی داره حضرت، اونجا یه وصفی از پیامبر میگه، میگه اگه دنبال یه آینه میگردید برای خدا پیغمبر. بعد شما تو روایاتتون دارین که پیامبر قیامت میره تو جهنم سراغ جهنمی ها، حتی سراغ یکی مثل ابو سفیان، ابو لهب ببخشید، حتی سراغ یکی مثل ابو لهب. چجوریه؟ پیغمبر که قرار آینه خدا باشه که، خدا نمیتونه باشه که، آینه اوست. تا تو جهنم رها نمیکنه گناهکارو، بعد خدا رها میکنه. این جلسه ای داریم پنجشنبه ها، پرسش و پاسخ اولش، یه پسری هست از بچهای معاودین هم هستن، از اینایی هستن که صدام اینا رو بیرون کرد، ریشه ایرانی دارن ولی مثلا یکی دو نسلشون تو عراق بوده، اول انقلاب اینا رو بیرون کرد صدام، این بند خدا آواره شدن، بعد از اوناست، نوادگان اوناست، لحن عربی هم داره، خیلی بچه ساده ای هم هست. همین چند هفته پیش که جلسه داشتیم گفت حاج آقا من یه سوال دارم. گفتم بفهمید. گفت پیغمبر تو بهشت میره دیگه، پیغمبر که نعوذ بالله جهنم نمیره، بهشت. گفتم بله. گفت خب یه دم حتما میرن جهنم دیگه، این که اینا میگن میرن جهنم. گفتم خب آره دیگه اینجوری میگن، میگن میرن یه دم اینجوری میشه. گفت پیغمبر کوفتش نمیشه یه عده تو جهنم دارن عذاب میشن؟ مگه اینا رو دوست نداره؟ مگه عاشقشون نیست؟ مگه نمیگه انا و علی ابا و هذه الامه؟ تو چه بابایی هستی نشستی تو گل و بتو خوشگذرونی؟ بچه‌هاتون بردم. خب تقصیر خودشون بوده، من میدونم، آره تقصیر خودشون بوده، خدا که به کسی ظلم نمیکنه و ما دلم نهون ولاکن کانوا انفسهم یظلمون، قرآن هم میگه ظلم نمی باشه، اثر عمل خودشونه، بعد تو خوش میگذره بهت. آقا بچه‌تون موتور سوار شده، بهش گفتی نکن این کارا، رفته و ترچخ زده و خورده زمین و دست و پاش هم شکسته، الان عید تو خونه‌تون اونجا بستریه، داره درد میکشه، شما میشینی آجیل میخوری و فیلم نگاه میکنی و بگو و بخند و اینا، میگه به من چه، میخواست نکنه این کارو؟ این مدلی که خداتون این مدلی باشه؟ بیام تو بحث مرگ، من میخوام برام مهمه ها، چون میدونم یه عده الان ناراحت میشن. من هیچ وقت کسی از دنیا میره ناراحت اون ورش نیستم، میگم خب اون ور تو آغوش رحمت خداست، مگه ما خدا مهربونتریم؟ با خدا قرار روبرو بشه، بدترین آدم باشی روبرو شدن با خدا برات خیره، بد نیست پسند، خدا برای بدنش بد نمیخواد. من دلتنگ میشم فقط، الانم یه جوری شده مخصوصا توی یه سال اخیر، انقدر رفیقامون از دنیا رفتن، من وقتی وزن میکنم میبینم رفیقام که اونورن بیشتر از رفیقایی هن که اینورن، فکر میکنم اصلا مرگ اینجوری آسون میشه با آدم. بابا بزرگمون اونوره، مادر بزرگمون اونوره، دوستامون چقدر رفیقامون رفتن. همین خانم نامداری که بچه ها بیمارستان بود که از دنیا هم رفت، رولا رجایی خدا رحمتش،
انقدر هرس میخورد، هی برای بچه ها پیغام روح الله چی شد، حالش چطوره، میمونه، چیزی نشه، اتفاقی نیفته. ما فقط دلتنگ میشیم براش. البته یه سفریه که بعدش هم میریم، به جان خودم ثبت نامی بود، من مینوشتم بعدیش، میزدم تو صف، پارتی بازی میکردم، بودم آقا من میخوام برم بعدیش ثبت نامیه دیگه، من اسم منو بنویس. مرگ چیه؟ از امام صادق سوال کرد مل موت، مرگ چیه؟ حضرت فرمود هو نوم، همون خوابیدنه. خواب یه مرگ کوتاه مدته، مرگ خواب بلند مدته. به همون آسونی، به همون راحتی. دیدید یه وقتایی خسته ایم، فقط از دنیا میگه یه متکا پیدا کنم، بعضی وقتا دنبال متکا هم نمیگرده، میگه فقط میخوام بخوابم. چقدر راحت میخوابه. اونایی که میفهمن اون ور چه خبره، این ورم کارشون رو انجام دادن، اینجوری میمیرن. حاج آقا حسین فاطمی خدا رحمتش کنه منبری قم بود، من شنیدم یکم مراجع بودم تو جلسش، یکی از مراجع میگفت ما میرفتیم پا منبر حاج آقا حسین یک هفته مست معنوی بودیم، اینقدر حالش خوب بود. بعد مغرب تو بستر احتضار بود، میگفت نماز مغرب شامو که خوندم، شامم هم که خوردم، کارامو که، چرا نمیایید منو ببرید؟ اینجوری از دنیا رفت، به این خوشمزگی، به این قشنگی. بعضی وقت تو مدارس حوزه، حالا قدیم حوزه قدیم دیگه، جمعیت عاشقی که از همه چیز که میکندن میرفتن طلبه میشدن، منافعی نبود تو حوزه. متاسفانه انقدر منافع دور حوزه درست شده که دیگه آدم نمیفهمه کی برای خدا میره کی برای غیر خدا میره. کسی میخواست قدیم بره حوزه طلبه میخواست بشه، یعنی دیگه از دنیا و چه امکانات و موقعیت شغلی و همه چی باید میکند میرفت دیگه، این سفر مکه بود قدیما. مکه چون پیاده میرفتن، خطرات تو راه بود، قشنگ ودا میکردن میرفتن، چون رفتنش با خودت بود، برگشتنش دیگه خدا لطف میکرد برمیگشت. اینجوری جمعیت عاشقی بودن، جمع و جور بودن. بعضی از علما هم تو حوزه ها زندگی میکردن، پیر مرد بود دیگه اونجا زندگی میکرد، کسی هم نبود تولیتشو به عهده بگیره. پولو درست کرده بود، پیر مرد ها میدونن پولو کم بود، شب عیدی میخوردن، فقرا رشته میریختن توش زیاد بشه، عیالوار بودن میگفتن رشته پولوی ها، رشته پولو، پولو کم بود، اینجوری بود دیگه. پولو درست کرد براشون با خورشت آلو، کلی کیف کرده بودن طلبا. بعد بهشون گفته بود بچه ها برای ختم من همین جلسه بسه، درساتون رو تعطیل نکنی. نفهمیده بودن چی داره میگه. گفته بودن حاج آقا بازم بهمون پولو میدی؟ گفته بود ایشالله دیگه اونور. فکر کردم مثلا اونور حیات مدرسه، مثلا تابستون ها میرفتن زیر درخت مرخبه میشستن، مثلا فکر کردن اونور حیات مدرسه. صبح پاشده بودن نماز صبح، دیدن چراغ اتاق آقا روشنه ولی نمیاد، صدا زده بودن جواب نمیده، در رو باز کرده بودن دیده بودن تو سجده نماز از دنیا رفته، پلو آلو ختمش هم خودش داد. نمیتونه وحشتناک باشه ملاقات با خدا. نه ما خیلی گناهکار، هر چقدر گناهکار باشه، پیرزنه داشت نون میپخت جلو خونش، پیامبر داشت رد میشد، گفت آقا یه لحظه تشریف میاری؟ گفت شنیدم میگی خدات خیلی مهربونه. آقا فهمید من، گفت این بچه منه، این بچه پسر بچه مثلا 3-4 ساله تو خاکا بازی میکرد، گفت این بچه منه، خدا از من به این بچه من مهربون تره؟ پیغمبر فهمید بله. گفت ببین به خودت قسم این بچه من هر کاری بکنه من حاضر نیستم اینو تو این تنور آتیش بندازم، خدای تو از این کارا میکنه؟ میگن اشکای پیامبر ریخ رو صورتش. فهمون تو درست فهمیدی، درست فهمیدی. آقایون ما خدا نیستیم، کاش از جای خدا بلند شیم، پاشیم از جای خدا، پاشیم از قضاوت کردن مردم. داریم بار خودمون رو سنگین میکنیم، بار شرمندگی ها. اون روز که میریم تو حقیقت عالم از تک تک کلماتی که زدیم و آزار دادیم دیگرانو پشیمون میشیم.
من فکر میکنم تاریخو بخونید، انقدی که کلمه آدم کشته گلوله نکشته، کلمه آدم میکشه. خیلی هم بد هست. یه وقت این دستتون با چاقو میبره، یه وقت لبتون با کاغذ میبره. وقتی با کاغذ میبره دردناکتره، چون کاغذ برای بریدن نیست. کلمه نیومده بود ما باش آدم بکشیم، اومده بود با هم ابراز محبت کنیم، اومده بود با هم رابطه بگیریم، غم همو بخوریم، دست همو بگیریم. ما از کلمات بمب درست کردیم، خنجر درست کردیم، با کلمه آدم ها رو شکنجه میدیم. دوست ندارم تلختون کنم، خودمون همینجوری انداز کافی تلخی. این روزا خیلی تلخی. ما خیلی رفیقت دست دادیم تو این یک سال گذشته. خیلی هم طبیعی نیست. مرگ انقدر ارزون نباید باشه. تو کشور ما گفتگو گرون شده، صداقت گرون شده، راستگویی گرون شده. گرون شده بعد مرگ ارزون شده. چون این فیلم من فکر میکنم میمونه و شاید یه روزی گندم ما بزرگ شد خواست برگرده ببینه داستان مادرش چی بوده، میخوام مدیون این بچه نباشم. میدونی؟ میخوام مدیون، میخوام یک چیزی باشه تو تاریخ. من تا اونجایی که خودم فهمیدم، اندازه‌ای که حالا یه وقتایی بالاخره درد و دلی بوده، سوالی بوده از من پرسیده که حالا من اصلا هیچ وقت دوست ندارم اون چیزایی که پیش من هست و جایی منتشر کنم، شاید امانت داری کنم برای گندم خانم، یه روزی بزرگ شد خواست بهشون تقدیم کنم که بیاد ببینه که حرفای مادرشو بشنوه، بتونه شاید دوست داشته باشه حقیقتو بدونه. اون که من فهمیدم اصلا نمیتونم این حرفایی که تو فضای مجازی میزنن و سر سوزنی باور کنم، به هیچ وجه باور نمی کنم. کاش مسئولین ما وقتی حرف می زدن کلماتشون رو وزن می کردن حرف می زدن. خیلی عجیبه، ما با کلمه آدم کشتیم، داریم به راهمون ادامه می دیم. باز سوژه های بعدی، آدم های بعدی. بالاخره یک انسان از دنیا میره، پدر داره، مادر، بچه هاش هستن، همسرش هست، دیگران هستن. باید کلمه ها رو وزن کرد و حرف زد. من این چند روزه دیدم وزن نکرد. حالا من صدا سیما که اصلا ازشون توقع ندارم، اونا واقعا قابل ترحم، خدا باید دستشون رو بگیره. سیاست هاشون و رفتار هاشون و خودشون و اینا به تمام مردم ما دارن ظلم میکنن. من نمیفهمم اصلا اینا فکر نمیکنن که یه روزی با خودشون تنها میشن و پشیمون میشن از این سیاست ها و کارهایی که دارن میکنن، از این که دارن بچه هایی رو که خودشون بزرگ کردن سرشون رو میبرن، تنهاشون میذارن، آزارشون میدن، شکنجهشون میکنن. و جالب اینه که درس هم نمیگیرن، دارن ادامه میدن به راهشون. این چند وقته من یه سری از مثلا بعضی از کارمندای صدا و سیما خیلی برای من پیامای تلخ فرستادن، خیلی دلم به اونا سوخت که من دارم وقت خود شما دفاع میکنم. آسیاب تو ایران به نوبته، به نوبت امروز رو نگاه نکن، نه آسیاب به نوبته. بعدش چون نه نفر اول بود ایشون، نه نفر آخر. کسایی که بدون توضیح ممنوع کار میشن، ممنوع تصویر میشن، از در سازمان حتی تو نمیتونن برن دوستاشون رو ببینن. و اینکه مسئولینی که دنبال میزاشونن سعی میکنن کارمنداشون رو قربانی کنن. من بودم با دوستایی که ممنوع کار شدن بی جهت و حالشون رو از نزدیک دیدم. و اون شبی که خبر این خبر رو شنیدم، اتفاقا یکیشون به من زنگ زد، انقدر حالش بد بود، به من گفت صدا سن یادت خود من اینجوری شدم، چه خالی بودم، من میفهمم چه بلایی سرش اومده. من میخوام بگم
شما مگه دوست چرا ناراحت نیستید که منفورید؟ مردم ناراحتن ازتون. چرا ناراحت نیستید که ذهنیت نسبت بهتون هست؟ اون میزه چند میارزه مگه؟ چه فایده ای داره؟ هیچ وقت نمیخوام کسی رو مبرا کنم از اشتباهش. یه اشتباهی که پیش میاد عوامل مختلفی داره. من همیشه دنبال سهم خودم تو اشتباهات میگردم، میگم من چه کار کردم اینجا؟ خودم رو فعلا ببینم، سهم خودم رو ببینم، جریمه خودم رو ببینم چقدره، چه کار دارم به سهم دیگران. اگه 1% تو این اتفاق سهم داشته باشید، جواب وجدان خودتون رو نمیتونید بدید. بالاخره یه روزی تو این عالم با وجدانتون تنها میشید، روبرو خودتون قرار میگیرید. اونجا دیگه خواب نیست که بخوابی خودتو به خواب بزنی. چشمات هم که ببندی پشت چشمت حقیقت رو باید ببینی. 1% اگه سیاست های شما، تصمیمات شما، حرفای شما، کارهای شما 1% تو این اتفاق تقصیر داشته باشه، چجوری به وجدانتون میتونید جواب بدید؟ چجوری به سوال اون بچه میتونید جواب بدید؟ نمیتونید. و اینایی که حالا تو فضای مجازی بدون موالات حرفای عجیب و غریب به من میگن شما چرا از خلاف دفاع؟ من خلاف دفاع نمی کنم. من میخوام بگم از من مخالفم با بیرحمی. من میگم چرا اینقدر ما بیرحم شدیم؟ من میخوام جلو بیرحمی گرفته بشه. چرا اینقدر بیرحم شدیم؟ الان هم دنبال عقده گشایی نیستم، یه فرصتی گیر آوردم. فقط خواستم فردا اون بچه اگه این ویدیو رو دید تو فضا مجازی موند، یه روزی سرچ کرد اسم مادرش رو، به این ویدیو رسید، دینه بگردنم چیزی که من میشناسم، چیزی که من دیدم، این ارتباطی که این چند وقته وقتایی پیامی بود، صحبتی بود، مشورتی بود، من ناامیدی تو این بند خدا ندیدم. من این کلمه رو اصلا نمیخوام به زبون بیارم، من قبول ندارم این کلمه رو. میتونه یه اتفاق باشه واسه خود ما پیش اومد. من تو کرونا حالم خیلی بد بود، دوستان میدونن. حالا یه پیامی اتفاقا نشون برای من نوشته بود چند روز پیش، میدیدم خیلی حالم بد شد که نگران بود، نوشته بود مثلا حالتون چطوره، چیزیتون نشه، مواظب باشید فلان. خیلی حالا آقا مرتضی هم اینجاست میدونه که خیلی پیگیر بودم که حالتون خوب باشه. بعد 5-6 روز نتونستم بخوابم، بدن درد و تب و لرز وحشتناک، و چون فکر کنم بدترین نوعش که اون روز بود و گرفته بودم. 31 روز ما گرفتار بودیم تو این کرونا. بعد یکی از دوستان به من گفت یه قرص نمیدونم یه چیزی واسه یه چیز همین مسکنیه شما دردت بیفته اینا. دیگه تو اون درد و من دیگه روزهای آخر هزیون میگفتم، بچه‌ها منو دیده بودن، من مرتضی منو دید، لاغر شده بودم مثلا، یه چیز وحشتناک. حالا یکی از معاونه یکی از وزرایی که مربوط بهش این امور بهداشت اینا به من گفت اصلا تو زنده ای الان معجزه است، ندیدم کسی از این مریضی، این مدلی که تو گرفتی زنده ندیدم کسی بیرون بیاد. کارنا به من گفتن این مسکنه، ما استفاده کردیم، اتفاقا هم دردم افتاد و اینا. بعد اون دوستم گفت خب بهتر شدی؟ گفتم آره دردم افتاد، دست درد نکنه، ما 4-5 شب نخوردم. بعد رفت دیگه، من یه جایی قرنطینه بودم تو دفتر تو قم، بعد رفت، من دیدم سرم گیج میخوره، یه جوریه، تار میبینم همه چیو، یه مدلیه، طبیعی نیست، یعنی مسکن نیست انگار، یه چیز دیگه است. این دستگاهی که اکسیژن سنجی که برده بودیم زدم، دیدم اکسیژنم 84 همینجوری داره میاد پایین. دیگه کپسول اکسیژن رو باز کردم زدم و زنگ زدم به یک دوستای دکترمون تهران و گفتم اینجوری شدم. خلاصه اونا خودشون رو رسوندن و کار ندارم، ما نجات پیدا کردیم. به من گفت به 2 ساعت میکشه آدمو. این اشتباه بوده این که استفاده کردی، انگار سیستم ایمنی بدنتو تعطیل کرده، بدنه داده دست کرونا، ریه رو میگیره تو 2 ساعت سفید میکنه، ریه تو میکشدت. خب اگه من اون روز میبردم بعد آزمایش، میگفتن چی کار کرده آقا میری با خودش؟ تو رو خدا یه ذره منصف باشین، حرفاتون میمونه،
فکر نکن یه کامنتی یه جزدی رفتی به خدا تک تک اینا رو تک کلمات رو میذارن روبرومون، قاضی خودمون، شاهد خودمون، شاکی خودمون، همه چی میگن خودتو این کلماتت ببین چیکار کردی، ببین راه درستی رفتی یا راه غلطی رفتی، و این که چی داری تو جامعه، تو جامعه ما که جامعه ای که تو بحرانه، چی رو ترویج میکنید وقتی یه چیز غلطی به یکی نسبت میدید، چه خطی میدید به بقیه؟ زنی که روز اول سال تحویل وای میسه با بچهش سال تحویل و به همه مردم ایران تبریک میگه، اگه یه همچی تصمیم میگرفته این چه درس بدی داره برای بچه؟ رو حواسمون نیست چی کار داریم میکنیم. میگم من تلویزیون اصلا ازشون کاری باشون ندارم، اونا رو واقعا اونا رو باید خدا نجاتشون بده از دست خودشون و گریبان بچه های خودشون رو میگیره. ولی یه ذره دعوت میکنم شما رو به یک جو انصاف، به یه مقدار رحم، یه ذره حال پدرانه، یه ذره حال مادرانه، خودتون رو بذارید جای اقوام طرف، مهربونتر. چی کار داریم میکنیم؟ ظلمه. اینا رو میگم بمونه واسه اون دختری که من واقعا نمیتونه، یعنی ما خودمون بچه داریم، من خودم دختر دارم، خدا شاهده به هر چی که مقدسه واسه تون، من اکسیژنم اومد رو 84، رفتم روی تختی دارم تو دفترم اینا، اونجا فکر کردم گفتم تموم داره میشه، یعنی یه جوری شده بودم گفتم کارم تمومه، هیچکی هم نبود، تنها بودم، 2 نصف شب بود، اکسیژن رو زدم به صورت خودم و به تنها چیزی که فکر میکردم میگفتم کاش یه بار دیگه اینه تو گفتم کاش من این دخترم رو یه بار دیگه میدیدم، یعنی تنها چیزی که من اون شب به یادش افتادم که گفتم، یعنی همه رو میگفتم خب مثلا حالا بزرگترن تحمل میکنن، تنها کسی که احساس کردم اینجا این وسط خیلی، چون 5-6 روزم بود تو قرنطینه بودم، قبلش هم دهه محرم بود، من قم بودم، بچه ها تهران بودن، من رو نایده بودن، اولش از مرگ گفتم که بدونید ما از مرگ نمی ترسیم و اصلا نگران اون ور نیستیم که اون ور کارمون با خداست. اون پیرمرد بادیه نشین اومد تو مسجد پیامبر، به پیامبر گفت آقا قیامت کار ما با کیه؟ تهش ما به کی باید جواب بدیم؟ اینو بگو تهش. پیامبر فرمود به خدا باید جواب بدیم. گفت این خدایی که میگی کریمه دیگه نه؟ آقا فرمود بله. گفت آقا ما بریم پس حل دیگه. حضرت بهش گفت کجا بریم؟ چی حل؟ گفت آقا الکریم اذا قدره عفا، کریم بتونه ببخشه میبخشه، اگه کارم با کریمه نگران نیستم. انقدر پیامبر خوشش اومد از این که تو درست میگی، تو درست فهمیدی، اون ور که کارمون با کریمه. من اگه دلتنگی دارم، دلتنگی اینه که یه مدتی فراقی پیش میاد و این که نکنه تو این فراق من مقصر باشم. حاج آقا شما میگی میبخش خدا دیگه. میدونم الان بذار بهتون بگم پس براتون اشتباه نشه. آقا من نعوذ بالله، نعوذ بالله، من میزنم تو گوش شما. چرا میزنم؟ اثر تکبر، اثر حسادت. شما کریمی بزرگی، منو میبخشی. چی رو میبخشی؟ چکی که خوردی. تکبر من چی؟ اون مریضی درون منه، اون باید درمان بشه. به اون میگن جهنم اعمال که به کرم شما تموم میشه، به این میگن جهنم صفات. من جهنم تو درون خودمه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، از بیرون نمیریزن، از درون داره میجوشه. اینو میخوای چیکار بکنی؟ پیامبر فرمود قیامت کسی آمرزیده نمیشه که آمرزش نمیخواد. اونی که میری بهش میگه بیا دستتو بگیرم میگه نمیخوام، اونو میخوای چیکار کنی؟ اگه افتادی رو دنده نمیخوام، تمام انبیا گردن کچ کردن وایسادن میگن نرو این راهو عزیزم، بیا این و نه نمیخوام، دوست دارم اینجوری. امام حسین چیکار کرد با شمر؟ مگه بهش نگفت بیا دستتو بگیرم؟ مگه نخواست نجاتش بده؟ امام حسین مگه 10-13 جلسه با عمر سعد نشست
مگه نگفت بیا نجاتت بدم، بیا کمکت کنم؟ چی باعث شد نجات پیدا نکنه؟ اون نخواست، هر بهانه ای هم گرفت. آقا گفت من انج، گفت زمینام، آقا فهمو زمین بهتر تو حجاز بهت میدم، شترام چیام، آقا فهمو من بهت اموال میدم، زن و بچه‌ام، آقا فهمو من بهت امان میدم. گفت آقا حکومت ری، آقا فهمو چی میگی حکومت ری چیه؟ من خودم تو نخش نیستم، چی حکومت تو رو بذارم یک ظالم رو بذارم بالا سر مردم؟ آقا فهمود ببین از گندمش نه، ببین متلک نگفت ابا عبدالله، لحن کلمه رو نمیدونی، حال حسین رو باید بدونی تا لحن کلمه رو بدونی. حضرت با یه دلسوزی مثل یه پدر گفت ببین از گندمش نمیخوری، متلک نگفت که، متلک و عمر سعد گفت ما به جوش هم راضیم. رسیدی به گندم ری عمر سعد؟ تو کوچه های کوفه شنیدم بعد کربلا میچرخیدی میگفتی خسرت دنیا و الاخره، میزدی تو سر خودت. گندم ری گیره هیچکی نمیاد آخویون، نه عمر سعد گیره هیچکی نمیاد. اگه فکر میکنی به جوش راضی هستی، به جوش هم نمیرسی، پشیمون میشی. خدا کنه دیر نباشه، پشیمون میشی، خدا کنه دیر نباشه. حرفم تموم، من خیلی صحبت کردم. احمد آقا هم تشریف آوردن و فیض میدن. ما خیلی به امام رضا بدهکاریم. من هیچ وقت حج نرفتم، نتونستم برم، ولی خب هر وقت دلم برای هر کجا تنگ شده مشهد بوده. حتی اون وقتی که کربلا نمیتونستیم بریم، مثل الانی که بست است، میگفتیم مشهد که رامون میدن که دیگه همونه دیگه. آره، رفته بود پیش امام رضا. خب بذار اینجوری بخونم، من همین چند بیت شعر رو بخونم، احمد آقا هم بیان یه التیامی باشه، یه سلامی به ابا عبدالله باشه. آنان که عاشقند به دنبال دلبرند، هر جا که می روند تعلق نمی برند، دل را به دست هر کس ناکس نمی دهند، دل داده قدیمی آل پیمبرند. آنان که عاشق علی و فاطمه شدند، مدیون خانواده موسی بن جعفرند. ما عاشقیم، عاشق زهرا و حیدریم، ما شیعیان کشور موسی بن جعفریم. یا امام رضا، آدم بدون مهر تو انسان نمی شود، سلمان بدون عشق مسلمان نمی شود. وقتی کبوتران حریمت گرسنه اند، گندم برای سفره ما نان نمی شود. باید هزار قرن حکومت کنی مرا، سلطان چند روزه که سلطان نمی شود. تو خوب جای آمده ای سروری کنی، هر رعیتی که رعیت ایران نمی شود. ظاهر شدم نسیم صدای مرا گرفت، از دستم التماس دعای مرا گرفت. یک شب کنار پنجره فولاد مادرم، آنقدر گریه کرد شفای مرا گرفت. یک پارچه گره زد و تا سالهای سال، سهمیه امام رضای مرا گرفت. صحن تو و آسمان تو و گنبد طلای تو، حتی مجال کرب و بلای مرا گرفت. حالا از خود امام رضا بگیم. حضرت فرمود یبن الشبیب گریه فقط بر غم حسین. یبن الشبیب گریه فقط بهر کربلا. چند تا آیه الرحمن بخونن بعد احمد آقا فیض بدن. من تسلیت میگم به خانوادش، خانم نامداری، خانواده نامداری، خانواده همسرشون که اینجا تشریف دارن. امیدوارم خدا بهتون صبر بده و انشالله ایشون در سایه رحمت خدا محشور باشن و خدا از سر تقصیرات همه ما بگذره. آمین.
خدا به همه ما توفیق توبه بده و انشالله دیگه این بلاها من جز کوچکیش رو در جریانم، انشالله این بلاها برای هیچ کدوم از بچه هامون رقم نخوره. من دوست و دشمن نمیشناسم، همه رو دوست میدونم و دوست دارم خانوادهشون که اینجا هستن. اگه هر ظلمی بهتون شده ببخشید، ببخشید، ما به بخشش خدا احتیاج داریم. ببخشید، ببخشید، ارحم ترحم. همه تلاشمونو بکنیم که گندم هامون قشنگ زندگی کنن، تو آرامه زندگی کنن، گرفتار این حاشیه ها نباشن. تو رو خدا، یعنی ببین همه طرف ها، ما راجع به یک معصوم صحبت نمی کنیم که من خودم کمپانی اشکالاتم، هزاران آسیب داشتم بین اون، امیدوارم همه من رو حلال کنم ببخشن هر بدی از من دیدن. میخوام بگم اون بخشش که بالاخره به شما ظلم شده، من میفهمم. خودم کسی هم که آبروم تو معرض این چیزا هست، میفهمم. ببخشیم آقا، پدر، مادر، خواهرشون، برادرشون، گندم هم با بخشش بزرگ کنید، با رحم بلد بشه که بگذره. انشالله که دیگه یه همچی اتفاقی، همچی اینجوری دیگه با هم صحبت نکنیم. برای همه، من همون گفتم به تو، هم مسئولین صدا سیما، واقعا من نگرانشونم، دلسوزی میکنم بهشون، ترحم میکنم، دلسوزی میکنم واقعا. حالا شاید بگن آقا ما ترحم تو رو باشه، نه، من بدتون رو نمیخوام، بد هیچ کیو نخوایم آقا، بد احدی رو نخوایم، بد هیچ کس رو نخوایم. انشالله که کشورمون، مردممون رو به آرامش باشن، روح این عزیزمون که از دست رفت. بعضی دیدی میگن دستش از دنیا کوتاست، نه نه، وقتی یه گندم داره تو دنیا، دستش از دنیا کوتاه نیست. هر نفسی که این بچه بزنه برای مادر ثواب میره. آره، زنده است، همینجاست. سلامت باشید. ببخشید من زیاد صحبت کردم. سلامت باشید.